چون همیشه. اما فردا نه پس فردا 21 آذر سال روز رهایی آذربایجان، نام سید جعفر پیشه‌وری همواره در کنار ماجرای آذربایجان به خصوص در سالهای 1324 و 1325 همراه است. او بنیانگذار فرقه دموکرات آذربایجان بود، نخست وزیر حکومت خود مختار آذربایجان بود و پیش از اون هم خیلی فعالیت‌های گوناگون کرده بود، از جمله کمیسر امور داخلی جمهوری شورایی گیلان بود در 1299، از مؤسسین حزب کمونیست ایران بود، در باکو روزنامه فارسی ترکی حرف بی پرده رو اداره می کرد، در اونجا معلم مدرسه بود مدتی و معتقد بود که آذربایجان جزو لاینفک ایران است در اون زمان. در باکو همچنین سردبیر حریت بود و همچنین سردبیر روزنامه کامونیست در رشت بود، کامونیست نه کمونیست. گرداننده اصلی روزنامه حقیقت در تهران بود سالهای 1921-1922. در سال 1309 دستگیر شد در تهران با دیگر اعضای شبکه کمونیستی. در سال 1318 محاکمه شد به اتهام قبول رویه اشتراکی، قبول فرقه اشتراکی. پس از سقوط سلطنت رضاشاه از مؤسسان حزب توده ایران شد. در دوره 14 مجلس ایران او نماینده اول تبریز شد، ولی در 23 تیر ماه 1323 اعتبارنامه وی رد شد به علت مخالفت نمایندگان محافظه‌کار به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی و حمایت بعضی از نمایندگان حزب توده از آنها تصویب نشد. بر روی همین میگویند باعث شد که او در دامان روسها بغلته و به طوری که نقل شده هنگام رد اعتبارنامه پیشه‌وری او با صراحت گفت من به این سادگی ها دست بردار نیستم و خیلی زود حساب این مرتجعین مارکدار را خواهم رسید. او می گفت ما همیشه گفتیم و اکنون نیز صریحا می گوییم ما به طور جدی به ایران و تمامیت ارضی آن علاقمندیم، ولی چنانچه تهران راه ارتجاع را انتخاب کند خدا حافظ راه در پیش، بدون آذربایجان به راه خود عزم خواهم، خدا حافظ راه در پیش، آذربایجان به راه خود ادامه خواهد داد، این است آخرین حرف ما. آذربایجان ترجیح می دهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر باشد برای خود سرزمین ایرلند آزادی باشد. اگر کار بدین منوال پیش رود ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تماماً از تهران جدا شده و دولتی مستقل تشکیل دهیم. و البته بعد از اینکه حزب دموکرات، فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شد، به مدت 1 هم حکومت دموکرات آذربایجان برپا شد. اجازه بدهید در باب کلیات این مطالب از تاریخ‌شناس خودمون آقای امینی عزیز پرسش کنیم. آقای امینی درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همیهنان گرامی. من پیش از اینکه سخنم را آغاز کنم یک یادآوری باید نسبت به فرمایشات بسیار ارزشمند شما بکنم، یعنی اشاره بکنم کناری، البته هم بر نقد نباشه، چون نکته بسیار درستی رو گفتید، ولی در این نکته درست یک برداشت نادرست پذیرفته شده این افته است که به هر حال به گرفتاری زبانی ما هم مربوط می شود. پیشوری، می جعفر پیشوری، بنیانگذار فرقه دموکرات به مفهومی که اشاره کردید بوده، ولی به راستی بنیانگذار فرقه دموکرات جوزف استالین هست و نه پیشوری. مهر پیشوری برای این فرقه دموکرات خورده، ولی پروژه همین گونه که در برنامه امروز توضیح خواهم داد و شاید این برنامه به یک برنامه هم به پایان نرسه، این پروژه ایجاد فرقه دموکرات و حتی بهره‌گیری از نام فرقه دموکرات دستپخت رفیق جوزف استالین و بروی سیاسی یا پولیت بروی حزب کمونیست شوروی و یاران آقای باقروف هست و در نتیجه درست فرمودید که از نظر تاریخی پیشوری بنیانگذار فرقه دموکرات هست، ولی راستی این است که فرقه دموکرات رو در مسکو، حتی نه در باکو، در مسکو برنامه ریزی کردن و در این در درازای برنامه حتما خواهیم پرداخت. آقای امینی، این درسته که چند سال پیش بود که اسنادی به دست آمد که جوزف استالین دستور تشکیل فرقه دموکرات رو داده؟ یکی از شانس‌های ما ایرانیان در به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این بود که بسیاری از آنچه رو که پیشتر گمانه می‌زدیم یا گمان می‌کردیم و حتی داوری‌های خیلی استواری هم پیرامونش داشتیم، اینک با اسناد آشکار شد. از جمله شخصی به نام جمیل حسنی، یک تاریخ پژوه جمهوری آذربایجان که هیچ دشمنی هم با فرقه دموکرات نداره، با آن هوادار سرسخت تشکیل جمهوری آذربایجان در ایران بوده و معتقد هست که این مردم بودن که چنین درخواستی رو داشتن، اسنادی رو از آرشیو تا اون زمان محرمانه آذربایجان که به ترکی و روسی بود به فارسی برگردان و پس از اون هم چند پژوهشگر آلمانی و روسی برخی دیگر از اسناد رو به فارسی برگردوندن و سپس گروه های از ایرانیان به چنین کاری پرداختن. خود من هم موفق شدم از طریق دوستانی که در باکو رفت آمد داشتن پاره از این اسناد رو به صورت دست اول ببینم. البته اسناد ویژه‌ای نبود، اسنادی بود که دیگران هم به اونها دسترسی پیدا کرده بودند. مجموعی اسناد نشان داد که این داوری کسانی که نقد به پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان داشتند درست بوده، که فرقه دموکرات آذربایجان دستپخت اتحاد جماهیر شوروی بوده و اتحاد جماهیر شوروی در سودای جدا ساختن آذربایجان، کردستان، شاید دیلان مازندران و شمال خراسان از ایران بوده. یعنی به یه عبارتی استالین میخواسته که پیمان 1907 رو که میان آنها و بریتانیا به امضا رسیده بود، محرمانه میان روسها نه اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسیده بود، پیمانی که بسته شده بود که ایران رو یک خط غیر رسمی درش ایجاد کرده بودند که از شمال قزوین و بخشای شمالی خراسان و همه آذربایجان رو سپهر نفوذ روسیه پذیرفته بودند و جنوب رو به انگلستان داده بودند، بیمیل نبودن این کار انجام بشه. جالب اینجاست که یک بار دیگر هم این ماجرای این خط ناشناخته دوباره سر بلند کرد در دوران ملی شدن صنعت نفت، که تبلیغات بود که ممکن است روس‌ها به دنبال شوروی‌ها به دنبال نفت شمال باشن. انگلستان بیمیل نبود که ایران تقسیم بشه، چون اگر تقسیم می‌شد جنوب به دست انگلستان می‌افتاد که منطقه نفتخیز و پرباری بود و شمال که بر روی نفت داشت ولی نفت اندکی می‌داشت به دست شوروی‌ها می‌افتاد. اما برگردم به
نکته آغازی، در همون زمانی که ارتش سرخ وارد ایران شد، در میان 30,000 سرباز ارتش سرخ که برای اشغال ایران به دنبال تصمیم مشترک متفقین برای اشغال ایران در شهریور 20 وارد ایران شدند، در میان این 30,000 سرباز روس نزدیک به 3,000 نفر کارکنان کارکشته امنیتی دولت شوروی به ویژه از جمهوری آذربایجان که با زبان فارسی آشنا بودند، اونها هم راهی ایران شدند. فراموش نکنید که پیش از انقلاب اکتبر و در درازای شاید 100 سال پیش از انقلاب اکتبر، مرزی میان آذربایجان و سرزمین‌های قفقاز نبود. بسیاری از ایرانیان به سرزمین‌های قفقاز سفر می‌کردند برای کار و حتی خانواده خودشون رو به اونجا می‌بردند. جالب اینجاست که نزدیکترین شهر بزرگ قفقاز به تبریز باکو نبود، بلکه یروان بود و سپس تفلیس. اینها به ایران نزدیکتر بودند. راه حتی وقتی راهن باز شد میان تبریز و جلفا، این راهن برای که ایرانیان آذربایجانی به باکو بروند باید اول به تفلیس میرفتن و از تفلیس میرفتن به باکو، یعنی به شمال میرفتن و شمال غربی و سپس به شرق میامدن. بسیاری از ایرانیان در یروان یا ایروان، در تفلیس و در باکو زندگی میکردن، رفت آمد داشتن، مدرسه داشتن و مسلمانان ایرانی مسجد داشتند و خیلی رفت آمد زیادی میان ایرانیان در اونجا وجود می داشت. و این برمیگردد به دوران پیش از جنگ‌های ایران و روس، و خب برخی از اینها به ایران کوچیدند ولی خیلی ها در اونجا موندند. پس از انقلاب اکتبر در یک دوره معینی یک ضرب العجل به ایرانی تباران داده شد که یا باید اونها در واقع تابعیت شوروی رو بپذیرن و یا 3 ماه فرصت دارن که خاک شوروی یا جمهوری‌های قفقاز رو ترک کنن و به ایران بیان. این مهاجران ایرانی تبار خیلی از اونها در آذربایجان بعد از انقلاب اکتبر، یعنی در از حدود سال 1300 تا 1324 که این رویداد آذربایجان به وجود آمد، هنوز به عنوان مهاجر شناخته می شدند، خود و فرزندانشون. یه روابط ویژه‌ای با شوروی ها داشتند، از اونجا آمده بودند و همچنان رفت آمد میان ایرانیان و ایرانیان آذربایجان و ایرانیان قفقاز وجود می داشت. در نتیجه در میان ایرانیان قفقاز شمار بسیاری نه تنها فارسی خوب می دانستند، به ویژه در میان ایرانیان جمهوری آذربایجان به همان زبانی تقریبا صحبت می کردند که در آذربایجان ایران. و در نتیجه باقروف در هنگامی که این نیروهای نظامی شوروی راهی ایران شدند، گروهی از ماموران سیاسی و امنیتی رو هم راهی کرد و یکی از پروژه هایی که گروه سیاسی از کمونیست شوروی به دست اینها داد، یک گروهی در واقع بودند بررسی نفت آذربایجان، کردستان و گیلان و مازندران بود، نفت شمال. و اینها کارشناسانی بودند که 2 سال پیش از ماجرای جمهوری آذربایجان به استالین گزارش دادند که در ایران نفت هست، در شمال ایران نفت هست. البته نفت هم یافته شده بود. اصلا میدانید که در آغازگار هم بر پایه پیمان دارسی، هنگامی که اکتشاف نفت در ایران آغاز شد، نخست در خوزستان نبود، در پیرامون کرمانشاه و سرزمین‌های کردستان بود، به جایی نرسید، سپس به خوزستان رفتند. ولی به هر روی اینها نفت یافته بودند در پژوهش‌های زمین‌شناسی و سخت علاقمند بودند به اینکه دست بیابند به نفت شمال ایران. اما تا جایی در واقع، یعنی در زمانی سرانجام این رویای استالین صورت تحقق پیدا کرد که اتحاد جماهیر شوروی مقاومت ارتش نازی رو در هم شکست و پیروزی های ارتش سرخ آغاز شد و به سوی برلین راهی شدن و در مورد ایران هم یک باره به این نتیجه رسیدن که زمان آن فرا رسیده که سرزمین های شوروی رو گسترش بدن. البته کسانی هم بودن در میان نخبگان
داخل حزب کمونیست شوروی که اگرچه جرأت نمی‌کردن مخالفت کنن با استالین، ولی دغدغه این سیاست رو داشتن و فکر می‌کردن که اتحاد جماهیر شوروی نمی‌تواند سرزمین‌های خودش رو گسترش بدهد، زیرا ممکن است با غرب درگیر بشود. راستی این است که پیش‌بینی اونها خیلی دقیق هم نبود، چون بیشتر اروپای شرقی رو شوروی‌ها گرفتند و حتی تا برلین هم پیش آمدند، البته از برلین هم گذشتند و برلین در واقع در وسط آلمان شرقی و حتی قرار گرفت. به هر روی به دنبال این پروژه بود که مسئله ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان در بروی سیاسی حزب کمونیست شوروی تصویب شد و ابلاغ شد به باقروف که باقروف مسئولیت تشکیل فرقه دموکرات رو به عهده بگیره. جالب اینجاست که در اون زمان کومینترن وجود داشت، اتحاد جماهیر شوروی کانون کمونیسم جهانی بود و حزب توده وفادار بود تا مغز استخوان به اتحاد جماهیر شوروی، ولی حزب توده رو برای این کار ارزشمند نمی‌دانستند. این است که به نام دموکرات که تاریخ داشت در آذربایجان، یعنی ایجاد حزب دموکرات، جمعیت اجتماعیون و عامیون و سپس حزب دموکرات و حزبی که خیابانی هم در کانون بود و اندیخیزی و کسانی از این دست، این نام رو برگزیدند، یعنی مرات رو. هیچ پیوندی هم از نظر شمار کسانی که در این کار درگیر بودند یا پیوند تاریخی با حزب دموکرات دوران مشروط در میان نبود، ولی این نام رو برگزیدند. و جالب اینجاست جناب مهری رو خدمتتون بگم، اسنادی که امروز در دست ماست از جمله خاطرات سرگرد نوروزوف، این میگوید که یک بسته رو به این تحویل دادن که این بسته رو بیاورد و امانتی ببرد به تبریز و این رو به فرمانده نیروهای نظامی شوروی تحویل بدهد. این بسته اساسنامه فرقه دموکرات آذربایجان بود که در مسکو نوشته شده بود و به ترکی ترجمه شده بود، اما این ترکی ترکی آذربایجانی نبود و باید دوباره اون رو در تبریز به ترکی آذربایجانی بر میگرداندند. آنچه که در آغاز منتشر شد با ترکی آذربایجانی هیچ پیوندی نداشت. این اساسنامه رو رهبران سوری فرقه دموکرات نمیتوانستند نوشته باشند، چون زبان اونها نبود، زبان بیگانه بود یک مفهومی. و این رو مانند این است که کسانی که فارسی رو در مثلا انگلستان یاد گرفتن یا در چین یاد گرفتن بخواند یک سند ادبی برای مردم تهران بنویسن، سکته خواهد داشت. این سند هم از به ترکیه قفقازی نوشته شده بود، من از ترکیه آذربایجانی، که نشان میده تا چه اندازه موضوع در اتحاد جماهیر شوروی و در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. بفرمایید که چگونه شد که پیشوری رو انتخاب کردند برای، یعنی به نام مؤسس این فرقه، و چه شد که او گسست از تهران؟ پیشوری ماجرای پیچیده‌ای دارد. پیشوری بر خلاف باورهای پذیرفته شده بخشی از همراه با 53 نفر دستگیر نشده بود، بلکه پیشتر از 53 نفر دستگیر شده بود. یکی از پایه‌گذاران حزب کمونیست ایران بود و در یک دورانی سخت هوادار یک پارچگی ایران به شمار می آمد. اون زمانی که روزنامه همکاری می کرد و یا یکی از مدیران و درگیران روزنامه آذربایجان جز الالیان فک ایران بود، زمانی است که مساواتچی ها در بخشهایی از قفقاز در سودای ایجاد یک جمهوری آذربایجان مقابل بلشویک ها بودند و این شعار آذربایجان جز الالیان فک ایران رو اون و دیگران در این زمینه مطرح کردند. حتی زندیات خیابانی هم البته به نادرست هنگامی که نام آذربایجان رو در اون ماجرای شورشی که در آذربایجان برانگیخت به آزادیستان تبدیل کرد، نه از این منظر بود که میخواست از ایران جدا بشود، بلکه از این منظر بود که چون آذربایجان رو، نام آذربایجان رو بر اران گذاشته بودند،
و در واکنش به آن که اون با آذربایجان یکی نباشد، چون سودای یکی کردن آذربایجان داشتن، به نادرست نام آزادیستان رو بر آذربایجان نهاد. اما در اون دوره پیشوری یک کمونیست ناسیونالیست بود، یک کمونیست ایرانی بود، مانند بسیاری از کسانی که دیگری که کمونیست بودند، مانند حیدرخان هم‌اوغلو، که اینها بر روی ایرانی بودند. در دوران زندان شاید دگرگونی‌هایی در اندیشه پیشوری روی داد. البته مانند بسیاری دیگر از کسانی که دارای سواد و دانشی بود، آدم بسیار خودخواهی هم به شمار می‌آمد. برخی میگویند که به بازی گرفته نشد در حزب توده، درست نیست. راست این است که اسکندری هنگامی که از زندان آزاد شد، از پیشوری که یکی از باسوادترین کادرهای اولیه حزب توده بود، درخواست کرد که برنامه اولیه حزب توده رو او بنویسه. به همین دلیل هم در برنامه اولیه حزب توده، اگر شما بنگرید، یک برنامه کمونیستی نیست، بلکه کوشش برای ایجاد یک حزب فراگیر هست. هنگامی که آوانسیان از زندان آغاز شد که تندروتر بود، او سر درگیری باشه پیشوری داشت و بر این باور بود که حزب توده باید سیمای چپی روشنتری رو به خودش بگیره. پیشوری از حزب توده کناره گرفت و آمد و آژیر رو منتشر کرد و در همون شماره نخست آژیر توضیح داد که چرا از حزب توده گسسته، و در اون زمان گسستن از حزب توده یا گسستن از اتحاد جماهیر شوروی یک گناه بزرگ به شمار می آمد. و به همین دلیل هم انگامی که او از سوی مردم تبریز انتخاب شد برای شرکت در مجلس 14، بهانه آوردند که او به اندازه کافی در آذربایجان نبود، اصلا مال باکوست، و ماجراهای از این دست رو بهانه کردند برای مخالفت با اعتبارنامه او، که توده‌ای ها هم تا حدودی در این زمینه همکاری داشتند. و یکی از کسانی که اعتراض داشت به اینکه چرا اعتبارنامه پیشوری رو رد میکنی، مصدق بود. میگفت این اعتبارنامه آدمی که نوکر خارجی است، نوکر انگلیسی هاست، مثل سید ضیاء رو شما اینجا پذیرفتید، مردی که بر روی مردم آذربایجان انتخاب کردن، این رو نمیپذیرید. خب میدونید مصدق دورانی والی آذربایجان بود و آشنایی با دردها و گرفتاری های مردم آذربایجان میداشت. این است که پیشوری پس از اینکه اعتبارنامش رد شد، به راستی میتوان گفت که شاید یک تأثیر شخصیتی هم در او به وجود آمد. باقروف و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی برای تشکیل فرقه دموکرات نخستین گزینششون پیشوری نبود. با دو نفر دیگر از بزرگان تبریز، از نخبگان تبریز نخست تماس گرفتن، از آدمهایی که از دوران خیابانی مانده بودند و اینها دارای نفوذ در میان مردم بودند، یا به عبارتی وجیه المله بودند. اونها نپذیرفتند. این است که باقروف پیمان محرمانه‌ای میفرستد به پیش. اون دو نفر کی بودند؟ من الان اسامیشون رو روی ذهن ندارم، یادداشتم متاسفانه با خودم نیست، ولی همسر پیشوری خاطراتی در دست داشته و دارد و اینها بخشایش منتشر شده و در اونجا میگوید که با افسوس میگوید ای کاش بار سوم هم جعفر آقا این رو نپذیرفته بود، چون سه بار سراغ جعفر آقا آمدن که برود به باکو و با باقروف دیدار کنه و سرانجام هم چنین شد. جالب اینجاست که کسانی که سراغ جعفر آقا آمدن از طرف دولت شوروی، از کنسولگری بود، نه از فکر کنید که آزادی خواهان و غیره. او به باکو میرود و در باکو، در دیداری که در باکو دارد، که دو نفر هم از پولیت بروی شوروی در اونجا شرکت می کنند، می پذیره با خوشحالی که بیاید برگردد به ایران و فرقه دموکرات رو به راه می اندازه. جالب اینجاست که خود او هم آگاه نیست که چه شامی برای او پختند، چه آشی برای او پختند و چه برنامه برای او در واقع در نظر گرفتند. به نظر نمی آید که پیشوری از جزئیات برنامه تا میانه کار آگاهی پیدا کرده بوده، و هنگامی که آگاهی پیدا کرده بسیار دیر شده بود و بیشتر کادرهای گرداننده فرقه دموکرات از مهاجران گسیل شده از آذربایجان بودند، مانند غلام یحیای معروف که میدانید یکی از کارهایی که میکرد این بود که در این جریان مصادره اموال ثروتمندان بزرگ آذربایجان که
رایج بود، بیشتر گاو و گوسفندها و اسب و قاطر رو میفرستادن به شوروی برای ارتش سرخ و چیزی به مردم تبریز و شهرهای بزرگ نمیرسید و بهانه‌اش این بود که خب اینها رو خوردن، یعنی در واقع کشتن و خوردن، چیزهایی از این دست رو مطرح میکردن. خب روشن بود که دو برنامه موازی با هم پیش میرود، یکی برنامه که پیشوری در آغاز کار در اندیشه آن بود و دیگری برنامه اتحاد جماهیر شوروی. خب بفرمایید که علت گسست پیشوری با تهران همین تماس ها بود یا اینکه خودش هم درش یک استحاله‌ای رخ داده بود؟ خب ببینید یه پروسه هستش این ماجرا، یعنی در آغاز کار وقتی که او رو باد کردند و رهبر کردند و پیشوای مردم آذربایجان شناختند و فرقه‌ای به وجود آمد و دستور دادند، توجه کنید که فرقه دموکرات آذربایجان وقتی به وجود آمد، حزب توده، شاخه حزب توده در آذربایجان پرشمارترین شاخه حزب توده بود، یعنی در هیچ کجای دیگر جز تهران حزب توده این چنین عضو نداشت. بین 25 تا 35 هزار نفر اعضای حزب توده رو یا اعضا و هواداران حزب توده رو در آذربایجان گزارش دادن. بسیاری از رهبران حزب توده در آذربایجان آدم های سرشناس حزب توده و آدم های بسیار میهن پرست آزادی خواه آذربایجانی با حضور ارتش سرخ چندان سر سازگاری نداشتند. پیش از تشکیل فرقه دموکرات مثلا جودت یکی از رهبران حزب توده یا خلیل ملکی از آذربایجان از تبریز اخراج شدند، چون اینها رو موی دماغ ارتش سرخ می‌دانستند، با اینکه اینها رهبران حزب توده بودند. حزب توده در آغاز کار مخالفت کرد برای اینکه خودش رو منحل کنه، دستور رسمی از کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبر حزب توده در اون هنگام آمد، اشتباه نکنم کامبخش باشه، و حزب توده در آذربایجان شاخه ایالتی حزب توده خودش رو منحل کرد و به فرقه دموکرات پیوست و یک باره حزب دموکرات، فرقه دموکرات شمار بسیار بالایی پیدا کرد. ارتش سرخ هم اونجا بود، البته حضور ارتش سرخ به اونها اجازه داد که به سرعت شهرمانی و پادگان‌ها رو خل اصلاح کنند و دولت جمهوری آذربایجان ایجاد کنند. راستی هم این است که هیچ نشانی از این که کوشش در ایجاد یک انجمن ایالتی ولایتی داشتند، کاری که مثلا خیابانی در صدایان بود، در میان نبود. وزیر جنگ درست کردند، تمر چاپ کردند، اسکناس چاپ کردند و جمهوری اعلام کردند. در درون یک دولت پادشاهی در ایران، آذربایجان خودشو جمهوری اعلام کرد، رسما میخواستن از ایران جدا بشوند و پیشوری هم وارد این کوران شد. این رو هم باید افسود که در اون دوران کمونیست های مانند پیشوری چنین میاندیشیدند که وفاداری به مادر و میهن سوسیالیستی مهمتر از وفاداری به سرزمین و میهنی است که اونها بهش تعلق دارند. یک سوسیالیسم جهانی وجود دارد که مرکز اون در اتحاد جماهیر شوروی است و رهبر اون استالین است و وفاداری به استالین و اتحاد جماهیر شوروی یک وفاداری به آرمان سوسیالیستی است و این رو خیانت به ایران به شمار نمی آوردن. فکر می کردن که این بخشی از کاری است که باید بکنن، در حالی که این یک خیانت به منافع ملی ایرانیان بود. آقای امینی، مردم آذربایجان معلوم هست که در اون دوران چگونه می اندیشیدن؟ آیا استقبال می کردن از کارهایی که فرق دموکرات انجام می داد یا اینکه به حال در درون خودشون مخالفت ناسیونالیستی با این فرقه داشتند؟ چند نکته رو در مورد آذربایجان باید در نظر داشت. آذربایجان یکی از مذهبی ترین بخش های ایران بوده، یعنی حتی می توان گفت که آذربایجان از تهران پایبندی های مذهبی استوارتری داشته. اینو شما می توانید در دوران مشروطه هم خوب نگاه کنید که نیروی مذهبی روحانیان در میان مردم آذربایجان تا چند اندازه پایه داشته.
این است که روی هم رفته مردم آذربایجان نمیتوانستند به یک به قول معروف مرام اشتراکی یا یک جریان چپی روی بیاورند و بسیاری از اونها علاقمند به هر حال به این ایده ها نبودن. اما روی دیگر مسئله این است که گرفتاری های بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی که در آذربایجان در دوران پیش از شهریور 20 ایجاد شده بود، بی وفایی هایی که دولت مرکزی، بی اعتنایی هایی که دولت مرکزی به زندگی مردم آذربایجان میکرد و این سرزمین که یکی از حاصلخیزترین و تواناترین بخش های اقتصادی ایران بوده به راستی فقیر شده بود، بسیاری از مردم رو در آغاز کار علاقمند به این دگرگونی کرد، چون گمان میکردند که این دگرگونی ها به سود اونهاست. البته این در آغاز آمدن ارتش سرخ بود. هنگامی که ارتش سرخ وارد آذربایجان شد، مردم بر این باور بودند که شاید زندگی اونها بهتر بشود. یک نوع اقبالی نسبت به شوروی ها در آذربایجان در آغاز کار به وجود آمد، تا اینکه ارتش سرخ نشان داد که رفتار اونها با مردم آذربایجان چندان متفاوت با رفتار قزاق ها، ژاندارم ها و ارتشی ها نیست. جنبه دیگری رو هم که باید در نظر گرفت این است که در کوران یک نوع ناسیونالیسم از بالا، نه ناسیونالیسمی که در دوران مشروطه شکل گرفته بود، یک نوع حماقت های ابلهانه ای که روی میداد، یک واکنش هایی هم در میان مردم آذربایجان نسبت به مرکز به وجود آمده بود. روی هم رفته باید پذیرفت که این مردمی که حتی در دوران خیابانی نشست های حزب دموکرات رو با آگاهانه به فارسی اداره می کردن، با اینکه همه آذربایجانی بودن، واکنش هایی داشتن نسبت به رفتار خودکامانه‌ای که از مرکز می رسید. مثلا یکی از استاندارانی فرستاده شده از مرکز دستور داده بود از همون روز آغاز که حتی کارکنان پایین استانداری هم با هم به فارسی صحبت کنن. خیلی از اینها فارسیشون خوب نبود و معروف است که در یک موردی دیده بود که باغبانی در اونجا ترکی صحبت میکنه و خشمگین فریاد به او زده بود که چرا فارسی حرف میزنی و او پاسخ بسیار نیکی داده بود. گفته بود که آقا، شما با این همه سواد در این مدتی که اینجا هستید دو کلمه ترکی یاد نگرفتید، من بی سواد بی دانش چطور میخواید که فارسی یاد بگیرم؟ این نوع فشارها هم روی مردم بود، واکنش های واقعی میان مردم وجود داشت نسبت به یک نوع رفتار خودکامانه. در نتیجه در آغاز کار شاید یک احساسی وجود می‌داشت که آمدن ارتش شوروی و سپس فرقه دموکرات یک گشایشی در کار اونها به وجود بیاورد، ولی این واکنش در پس از چند ماه به یک نوع ناامیدی و در این حال واکنش خشمگینانه تبدیل شد. فرقه دموکرات هم مانند ارتش اتحاد جماهیر شوروی سخت در سودای یکسان کردن رفتار مردم بود. فراموش نکنید ارتشی که ایجاد کرده بودن، این ارتش حتی رختی رو که برتن داشت مانند رخت ارتش سرخ بود، با همون نشانها و با همون شمایل و غیره، و خب این بر مردم آذربایجان سخت می آمد. مصادره هایی که انجام شد دهقانان رو بسیار خوشحال می کرد و بیشتر نیروهای هوادار فرقه دموکرات هم از میان دهقانان بودند. ولی از اونجایی که این دارایی های مصادره شده شاید 90% اونها به سوی آذربایجان، جمهوری آذربایجان و سپس شوروی می رفت، چیزی عاید مردم نمی شد که اونها بتوانند شادمان باشند از اینکه فرقه دموکرات بر سر کار آمده. افزون بر این، به طور تاریخی آذربایجان همواره خودش رو بخشی از ایران دانسته و دشوار می باشد که بپذیریم آذربایجانی که چندین بار مورد حمله بیگانگان قرار گرفته. می دانید که قوای روس و عثمانی 90 بار به خاک آذربایجان لشکر کشیدن، 90 بار آذربایجان بخشای از اون به وسیله عثمانی و روسا اشغال شد، تبریز چند بار به وسیله روسا و دست کم 3 بار به وسیله عثمانی ها اشغال شد و با این همه مردم نه اقبالی نسبت به روس ها نشان می دادن در گذشته و نه عثمانی هایی که زبانشون هم به اونها نزدیکتر بود. و این است که نمی توان پذیرفت که مردم آذربایجان، به ویژه روشنفکران آذربایجانی، زیر بار تجزیه ایران می توانستن بروند و واکنش های زیادی در این زمینه نسبت به کار پیشه‌وری، به ویژه در 6 ماه پایانی
کار به وجود آمد که روشن شده بود که اونها در سودای ایجاد یک دولت مستقل در آذربایجان هستند. اگر دولت مستقل و یا پیوند دادن آذربایجان با اتحاد جماهیر شوروی. آقای امینی، در اون یک ساله دولت ایران در برابر این حالا یاقیگری یا هرچی اسمش میذارین چگونه واکنش نشان میداد؟ آیا واکنش خونسردانه بود و مردم ایران چگونه میاندیشیدن؟ واقعیت این است که در اون دوران ارتش ایران از قزوین بالاتر بدون اجازه ارتش سرخ نمیتوانست برود. یعنی ایران در اون هنگام در سرتاسر منطقه آذربایجان و بخشای زیادی از کردستان در دست ارتش سرخ بود و حتی کسی رو هم که به استانداری آذربایجان میگماردن باید میرفت قزوین از فرماندهی ارتش سرخ پروانه گذر میگیره و سپس میتوانست به تبریز برود. کشور ما در اون هنگام به راستی در اشغال خارجیان بود، در جنوب انگلستان و ایالات متحده آمریکا ایران رو اشغال کرده بودند، تهران هر سه نیرو بودند و شمال ایران در دست ارتش اتحاد جماهیر شوروی بود. ما برای نخستین بار عملا استقلال خودمون رو از دست داده بودیم در دوران جنگ جهانی دوم و تصمیم رو اونها می گرفتند و افراد رو اونها بازداشت می کردند، اونها تبعید می کردند کسانی که باشون مخالف بودند و در نتیجه تا هنگامی که ارتش سرخ تن به بیرون رفتن از ایران نداده بود، دولت مرکزی در واکنش به آنچه که در آذربایجان رو میداد بسیار ناتوان بود. شعار میداد، پرخاش میکرد، مذاکره میکرد، تهدید میکرد، ولی کاری نمیتوانست بکنه. اتحاد شوروی هم بر پایه پیمانی که با بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایران بسته بود بنا بود که چند هفته پس از پایان جنگ ایران رو ترک کنه، ولی حاضر به ترک ایران نمیشد و پس از ترک ارتش سرخ بود که مردم در آذربایجان شوریدند در مقابل فرقه دموکرات و همچنان هم ارتش از تهران رسید و سرانجام فرقه دموکرات کارش به پایان رسید، آن هم با شوروختی باید گفت که با خونریزی های بسیار و کشتار زیادی که در آذربایجان روی داد. آقای امینی عزیز، اگه موافق باشید، چون پرسش های اساسی دیگری هست که در باب این ماجرا، هفته آینده هم در این باب پرسش های از شما داشته باشم، موافقین؟ حتما. فقط یک نکته رو خدمتتون بگم که نشان میداد تا چند اندازه پیشوری هم در میانه کار به سوی پذیرفتن ایده های باقروف گرایش پیدا کرده بود. در این است که باقروف از همون میانه دوران اشغال ایران، اشغال شمال ایران به وسیله ارتش سرخ، در سخنرانی ها و برنامه های تهییجی خودش در جمهوری آذربایجان از حدود سال 1323 خودش رو پدر آذربایجان واحد میخوان به ترکی و امروز نامه هایی در دست است از پیشوری در همون دوران فرقه دموکرات که او هم باقروف رو پدر آذربایجان واحد خونده و اون هم پذیرفته که باقروف است که باید این دو آذربایجان رو به هم پیوند بدهن، که بسیار دردناک است برای کسی که زمانی آذربایجان جز لایفک ایران رو منتشر میکرد. آقای امینی، حالا اگه اجازه بدین در این دقایقی که به پایان برنامه مانده چند پرسش دیگر، پرسش هایی که بینندگان ما کردند در طی دو سه ماه گذشته و فرصت نشده به همه اونا جواب بدیم، اونا رو مطرح کنم. یکی این که کلمه کسروی به هر حال یک صفت به صورت عربی ساخته شده است، یعنی درستش در واقع باید بشه کسرایی یا به هر حال صفتی از واژه اصلی اون دست مثلا نمیدونم حالا اصل چیزش چه بوده. بفرمایید که چه شد که کسروی خوانده شد؟ خودش خواست؟ کسروی در آغاز کار نامش سید احمد حکم‌آبادی بود یا حکم‌آواری، چون اون کویی که از آن برخواسته بود
کوی حکم‌آباد یا حکم‌آوار که هر دو خوانده می شود، مردم تبریز به اون با زبان عامیانه حکم‌آوار می گویند، ولی در نوشته های تاریخی حکم‌آباد آمده. او رو به عنوان سید احمد کسروی، سید احمد حکم‌آبادی می شناختن. اصلا در اون دوران می دانید که فامیل نام خانوادگی رسم نبود و افراد با فامیل با نام پدر یا با کاری که می کردن شناخته می شدن. کاظم‌زاده پدرش سید کاظم، میرزا سید کاظم بود و به نام کاظم‌زاده شناخته شد تا رفت در برلین و روزنامه مجله ایران شهر رو منتشر کرد و از اون پس شد کاظم‌زاده ایران شهر. و برادرش هم که هیچ پیوندی با روزنامه ایران شهر ندارد، باش او رو هم ایران شهر و خیلی های دیگر میدونه. کسروی در نخستین سندی که از او به جای مانده که نام خانوادگی برای خودش انتخاب کرده، کتابی است به نام کتاب فکر میکنم نجمت الدوریه است، کتابی است عربی برای درس عربی در دبیرستان ها نوشته شده، نخستین کتابی است که در تبریز او منتشر کرده و در نسخه‌ای که حتی در سال 1304 در تهران با پروانه وزارت معارف و موقع وزارت فرهنگ منتشر شده روی جلد نوشته سید احمد کسرایی. این اسم رو کسروی برای خودش برگزیده بود، گویا هنگامی که می رود برای گرفتن شناسنامه این اسم کسرایی رو دیگری گرفته بوده و او کسروی رو انتخاب می کنه. البته این رو هم بگویم که این واویه فارسی شده اون صورت عربی، چون ما می گوییم خسروانی یا خسروی یا چیزهای دیگری رو هم به این گونه استفاده می کنیم، ساروی، گنجوی، بله ساروی درست است که بگوییم ساری، ولی خب روانتر و راحتتر است بگوییم ساروی. این نام رو کسروی بر می گذینه و هیچگاه هم توضیح داده نشده که چرا کسرایی نبود، ولی خیلی ها اون رو در آغاز کار حتی در ورود به عدلیه به نام سید احمد کسرایی می شناختند. و جالب اینجاست که هنگامی که احمد کسروی در کاخ دادگستری کشته شد، هنوز کسانی او رو به نام کسرایی می شناختن. پدرم در دادگستری بود اون هنگام و می گوید که سراسیمه کسی وارد دفتر من شد و گفت یک کسی رو به نام کسرایی کشتن و پدرم می رود به بادین او و می بینه شرایط رو و دستور می دهد که اتاق رو خالی کنند و غیره. حتی اون زمان هم به پدر من گفته بودن که کسی به نام کسرایی کشته شده. یعنی این کسرایی و کسروی در میان برخی از مردم هنوز یکی بوده. این پسوند واویه بر صورت عربیه، بله کاملا عربی، بر اصل عربیه، بله بله. و اما مثل مسکوی و مسکویه، بله اون چیز دیگری زبطه، ببخشید، بله بله کاملا اون هم به همین ترتیب، البته اون هم تقریبا همونجور که فرمودین شناسنامه فارسی گرفته. بله بله. آقای امینی، یک آقایی به اسم رضا میم، من اسمشون کامل نمیگم، نوشتن آقای دکتر محمد امینی عزیز، بنده یک جوان 28 ساله از استان لرستان و شهرستان بروجرد هستم. شما به ایشون جواب دادین؟ بیادم نیست. میگوید دانشجوی مقطع ارشد رشته تاریخم و برای گرفتن دانشنامه فوق لیسانس خود موضوع پایان نامه را حول محور مبارزات مردم ایران از انقلاب مشروطه تا مقطع کودتای 28 مرداد 32 برگزیدم. ولی متاسفانه منابع تحریف شده داخلی و نیز تعدادی از منابع برونمرزی که به صورت سیاهکاری و تاریخ را وارونه جلوه دادن، کتاب‌های کسانی مانند جلال متینی و علی میرفطروس منتشر شدن، مرا سردرگم کرده. درخواست بنده حقیر این است که لطفاً مرا
از انبوه پژوهش‌های فوق‌العاده و دقیق و نیز بی‌طرفانه خودتان بالاخص کتاب طلایی سوداگری با تاریخ بهره‌مند گردانید. اما متأسفانه آثار شما در ایران اجازه نشر ندارند. اگر محبت فرموده و ما را از طریق اینترنت یاری فرمایید بی اندازه سپاسگزار می شوم. در پایان درخواست دیگری در از شما دارم، ارسال قسمت هایی از کتاب سوداگری با تاریخ به صورت PDF هست، یعنی بفرستین به صورت PDF. پیروز و بهروز باشید. رضا میمی. البته من گمان میکنم به این هم میهن پاسخ دادم و پاسخ من این بوده و الان هم اینجا میگم. ما پدیده و چیزی به نام مبارزات مردم به صورت کلی نداریم. اینها چیزهایی بوده که در فرهنگ سیاسی ایران روان و رایج و پسندیده بوده. مبارزه برای چه چیزی مورد بحث است؟ برای دموکراسی، برای حقوق، برای آزادی های آمده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای برابری حقوق زن و مرد، برای سکولاریسم. اینها راستای، یعنی جریان های کاملا متفاوتی از یک دیگر است. مثلا در راستای به اصطلاح مبارزه با استعمار راه می شود که کسانی، یا به نام مبارزه با استعمار، کسانی که دشمن آزادی هستند با کسانی که خواهان آزادی هستند همسو می شوند و شاید هم یکی از فریب های بزرگ جریان انقلاب 57 هم همین بوده که به نام مثلا مبارزه با امپریالیسم و استعمار کسانی که دشمنان پیشرفت و مدرنیته هستند خودشون دشمنان غرب و دشمنان ارزش‌های به اصطلاح استعماری نشان دادن، در حالی که اینها رو باید از هم جدا کرد و باید دید که چه راستایی رو شما می‌خواهید مورد پژوهش و بررسی قرار بدهید. به داوری من آن چیزی که جای بررسی بسیار اساسی دارد این است که چرا ارزش‌های برآمده از انقلاب مشروطه در حوزه قانون، در حوزه دستیابی مردم به آزادی‌های حقوقی که در آغاز کار به دنبال اون بودن، برابری های حقوقی که به دنبال اون بودن، چرا تا به امروز به کرسی ننشسته و همچنان موضوع گفتگوی روز جامعه ایران است؟ به نظر می آید که این شاید یکی از بزرگترین پرسش هایی باشد که در برابر مردم قرار دارد. این رو فقط حاشیه خدمتتون بگم، این رو به آقایی در برلین می گفتن که پیشتر از هواداران حزب توده بود و امروز اندکی دموکرات‌تر شده. می گفت ما 50-60 ساله که برای دموکراسی مبارزه می کنیم. گفتم خیر، زمانی که شما حزب توده بودید و علیه رژیم پهلوی شعار می دادید طرفدار استالین بودید، نمی توانستید طرفدار آزادی و دموکراسی باشید. و راستی این است که هیچ کدوم از کارهای دوران پهلوی به پای رفتار دشکیمانه دوران استالین نمی رسه. بنابراین تنها مخالف یک حکومت بودن انسان رو نه مبارز میکنه و نه مبارزه ای رو ترقی خواهانه میکنه. باید مفهوم این مبارزه و چالش رو نخست روشن کرد و سپس به دنبال گرفتاری ها و ناتوانی ها و بغرنجی های اون مبارزه پرداخت. خب یعنی 2 دقیقه وقت داریم ولی فکر نمیکنم این 2 دقیقه کفاف بده برای پاسخ. خلاصش کنید. جناب آقای مکری اینو مکری؟ بنده رو مکری خواندن، این کسی که این نامه، یعنی این پرسش فرستاده. با تقدیم عرض سلام استعداد دارم سوال زید رو با دوست ارجمند و دانشمندتان، به به واقعا چه دوستان جالبی دارید، جناب آقای دکتر امینی برای بنده مطرح فرد. نوشتن جناب آقای کسروی با اشعار خواجه حافظ مخالف بوده و اعتقاد داشته همه آنها بی‌معنی و مخرب و بایستی سوزانیده شوند. مشتاق شنیدن نظریات آقای دکتر امینی هستم. بسیار سپاسگزار خواهم بود که چنانچه فرصت داشته باشید و قرار دارید این سوال را مطرح نمایید. توسط ایمیل ساعت و روز آن را جسارتاً برای از دست ندادن برنامه‌تان برنامه بسیار جالبتون جناب علی به بنده اطلاع دهید که این. بله من حالا این پاسخ کوتاه آخرش هم نوشتن که بیننده های ناشناس برنامه های شیرین و نمکین و پربار جناب علی از انگلستان.
به نظر من احمد کسروی با یک انگیزه درست یک رفتار نادرست رو در این زمینه در پیش گرفته بود. انگیزه این بود که به مردم یادآوری کند که اگرچه خود در آغاز هم شیفته سروده و شعر بود و در روزنامه پرچم شعر چاپ میکرد، حتی در پیمان هم، ولی به این نتیجه رسیده بود که یک دقیقه و سی ثانیه وقت به این نتیجه رسیده بود که شعر جلوی اندیشیدن مردم و کوشش برای دستیابی و فناوری رو گرفته و همه شاعر شدن و از این انگیزه درست یک پرخاش نادرست به تاریخ ادب ایران برخاست و به ویژه کسانی مانند حافظ رو که حافظ یک سراینده یا خردگرا در تاریخ ایران بوده رو مورد پرخاش قرار داد. کار به نظر من نادرستی بود. از اون نادرست‌تر کتاب سوزانی بود که کسروی را انداخت. مردی که خود نویسنده و پژوهشگر تاریخ بود به کتاب سوزانی بایست این کار میکرد. خب هفته آینده پس. خیلی ممنون، موفق باشید و مراقب سلامتتونم باشید آقای امینی عزیز. شما هم همینطور. شب و روزتون خوش.